پاسخ فرزندان ایران به تخریب خانه های مردم محروم توسط پاسداران خامنه ای در خرم‌آباد. تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در زاهدان، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران در تهران و سبزوار، به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای، رئیسی و قاسم سلیمانی در تهران، شیراز، کرمانشاه و علی گودرز. زاهدان، تهاجم به پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران. کانون شورشی 880، سه‌شنبه 10 فروردین 1400. سبزوار، به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضد دانش آموزی. کانون شورشی 360، سه‌شنبه 10 فروردین 1400. شیراز، به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی. کانون شورشی 210، سه‌شنبه 10 فروردین 1400.
تهران. آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضد صاحب الزمان. کانون شورشی 140، سه‌شنبه 10 فروردین 1400. به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای. قانون شورشی 195، سه‌شنبه 10 فروردین 1400. کرمانشاه: با آتش کشیدن تصویر منحوس رئیس قضائیه جلادان. کانون شورشی 415، سه‌شنبه 10 فروردین 1400. تهران: به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای. سه‌شنبه 10 فروردین 1400. تخریب خانه های مردم محروم توسط پاسداران خامنه ای در خرم آباد. Thank you.
زیارت مزار شهیدان قیام آبان در نوروز 1400، تجدید عهد برای جنگ صد برابر تا تحقق بهاران آزادی در زیباترین وطن. تیکه تیکه بشه، خون گریه کنین که حال منو بفهمین. این حفصین مرزاد منه، من خاک بر سر سیه بر. من مادر زندیات مهتاد مهینفر، جان باخته راه آزادی، نوروز رو به همه هموطنانم شاد باش میگم و از مردم هموطنانم میخوام تماشاگر ظلم و بیعدالتی نباشن، همینطور که مهتادم تماشاگر ظلم و بیعدالتی نشد، و برای همه مردم سرزمینم صلح، آرامش، دوستی آرزو دارم. شهیدای شهر، شهیدای شهر، شهیدای شهر. شهیدای شهر حتی از جسمتون میترسن شیاطین آدم نما، آخه خوشه خشم و عصیان میشن تو سوی شما قصه ها و غما. جوونا پای خون پاک شما به هم قول دادن قیامت کنن، اگه خیر معنیش تن دادنه اونا قول دادن شرارت کنن. جای شما خالیه، شکوفا شدین باز اثبات شد که پاییز حرفاش پوشالیه. به گلای پر پر فلات ایران سوگن، به نگاه آخر تمام یاران سوگن، که
تعبني الفراق حتى النفس ضاق ما حاول انسى بالزايد اشتاق من بالي ما يروح متخطب الروح ما قلكم شلون قلبي عليه طاق تعبني الفراق سلام ایرانیان عزیز، سال نو مبارک. امیدم یول یدرم یول آلور، باجه قرداش آلور، ننه آلور، گل آلور. امیدم من بو دیاردن هانسی دیاره گدم من امید، باش گترم هانسی دیاره گدم من امید. امیدم اولمشم دلی دیوانه من امید. امید قاتلیه نهلت امید، نه فراموش میکنم نه میبخشم. تجمع و اعتراض به وطن فروشی خامنه ای در توافق 25 ساله با چین. هموطنان کردی، جلوی استانداری تجمع کردم مردم کرد. امروز 10 فروردین فرش مقابل استانداری. جمعشهر جلوی استانداری، جمعی از مردم رو دارید میبینید که به خاطر قرارداد ننگینی که با چین بستن
دارن اعتراض میکنن، ما خب نمیتونیم وایسیم، این جمعی که اینجا وایسادن اعتراض میکنن برای قرارداد ننگین چین. دمشون گرم، ایران رفت. هر روز همینجا تا وصف قرارداد، هر روز همینجا. امروز دهم فروردین ماه روبروی استانداری گیلان، معترضان به قرارداد چین و ایران. نوه فروردین سال 400 مخالفه و اعتراض به قرارداد ننگین ایران و چین، نه به وطن فروشی. اعتراض مسالمت آمیز، پلیس هم اینجاست و همه اعتراض مسالمت آمیز دارن میکنن، نه به وطن فروشی، نه به وطن فروشی. اعتراض مسالمت آمیز همه اصفهانی ها رو میبینین، نه به وطن فروشی. علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در رابطه با سند همکاری با چین یک جریان عملیات روانی بزرگی به راه انداختند. یک روز گفتند جزایر واگذار شد، یک روز گفتند نیروهای نظامی چین در ایران خواهند آمد و یک روز از واگذاری نفت گفتند. با یک سری فضاسازی‌های رسانه‌ای هم ما روبرو بودیم و مبنی بر این که حالا ترکمن، چین و در واقع عنوان‌های از این دست. در ابتدا هم مردم خواستار این بودن که این سند انتشار پیدا کنه. انتشار متن کامل مشروط به موافقت طرفینه. ما البته من همینجا عرض میکنم هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار اون نداریم، اما شاید نظر طرف مقابل ما متفاوت بوده باشه و دلایلی این تمایل رو نداشتن. این سند صرفاً یک نقشه راهه و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست و نیازمند کار در آینده بر اساس این صفحه است. این یک چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل بشن. بر همین مبنا این سند پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمیشه و طبق این تفسیر حقوقی نیازی هم به مسببه مجلس نداره. خبرگزاری رویترز: رژیم ایران نفت خام را بشکه 4-6 دلار ارزانتر به چین می فروشد. بستن جاده ترانزیتی بین المللی منوجان کرمان، اعتراض کشاورزان به کاهش شدید قیمت محصولات. 8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی به بستن جاده بین المللی شهرستان منوجان. امروز 8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی بابت نرخ پایین پیاز و بستن جاده بین المللی. استان میسان عراق، به آتش کشیدن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی، قاتل مردم ایران، عراق، سوریه و سایر خلق‌های منطقه. قیام کنندگان عراقی در استان میسان تصاویر منحوس جلاد قاسم سلیمانی، قاتل مردم ایران، عراق، سوریه و سایر خلق‌های منطقه را به آتش کشیدند.
فعالان قیام در شبکه‌های اجتماعی با استقبال از این اقدام انقلابیون میسان به آتش زدن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی در سایر مناطق عراق فراخواندند. اعتراف ولی فقیه ارتجا به جنایات جنگی در جنگ ضد میهنی. خامنه ای: از 4000 کشته در یزد در جنگ 1000 نفرشان دانش آموزند. نوجوانترین کشته جنگ یک بچه 12-13 ساله یزدی است. اینها مهم است. وحشت خامنه ای از خشم و انزجار جوانان: نگذارید وسوسه دشمن در جوانها اثر بگذارد و آنها را سرد کند و در نهایت به خدمت بگیرد. دشمن به طور دائم کار می کند که جوانها را مایوس کند، منحرف کند. یک عده‌ای ناراحت می شوند که چرا فلانی هی می گوید دشمن. سایت ولی فقیه ارتجا سخنرانی خامنه ای در 25 اسفند 99 خطاب به ستاد موسوم به برگزاری کنگره 4000 کشته استان یزد را پس از 2 هفته در روز 10 فروردین 1400 منتشر کرد. اونطور که به من گزارش کردن در بین شهدای یزد 1000 شهید دانش آموز هست. یعنی تو این 4000 تا 1000 تاشون شهدای دانش آموز هست. این چیز خیلی مهمیه. اونی که به من گزارش کردن میگن متوسط سن شهدای یزد 23 ساله. یعنی حدود نصف از اینها کمتر از 20 سال سنشون بوده. نوجوانترین شهید دفاع مقدس یزدی است. یه بچه 12-13 ساله. اینا مهمه، اینها رو برجسته کنید، اینا رو نشان بدید. 1000 شهید دانش آموز، دانش آموز امروز بفهمه که نسل قبل در این دوره و در این سنین چه هنر بزرگی انجام داده. چه توجه داشته باشید، دشمن، ای تعبیر دشمن من میکنم یه عده‌ای ناراحت میشن که چرا فلانی هی میگه دشمن. بله، باید تأکید کرد، مردم فراموش نکنن که دشمنشون در کمینه. دشمن به طور دائم داره کار میکنه برای اینکه جوانها رو مایوس کنه، منحرف کنه. برنامه‌های دشمن برای ما خیلی هاش، حالا شاید همش نه، اما خیلی هاش گزارش میشه، ما میفهمیم، اطلاع پیدا میکنیم. در مقابل شما بایستی تلاشتون این باشه که جووناتون رو حفظ کنید و میتوانید این کار رو بکنید. نگذارید وسوسه دشمن در جوانها اثر بگذاره و بتوانه اونا رو سرد کنه و در نهایت به خدمت بگیره. بیش از 240,200 نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در 526 شهر. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا: پیش بینی می شود خیز چهارم سراسری بیماری کرونا اتفاق بیفتد. در چند روز آینده خیز جدید کرونا از شهرهای متعددی از نوار غربی و مرکزی کشور شروع می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 8 شهرستان مازندران درگیر کرونای انگلیسی هستند. منوچهر حبیبی جانشین ستاد حکومتی کرونا در قزوین: روند ابتلا به کرونا در استان قزوین افزایشی شده است. دانشگاه علوم پزشکی قزوین: تعداد بستری ها حدود 30% بیشتر شده
و تعداد بیماران بدحال و متصل به دستگاه‌های کمک تنفسی افزایش یافته است. روزنامه حکومتی آرمان: موج چهارم کرونا با واکسیناسیون 1% جمعیت. به دلیل پخش شدن ویروس کرونا جهش یافته، شهرهای کشور از زرد و آبی به قرمز و نارنجی تغییر رنگ می‌دهند. واکسیناسیون صورت گرفته بسیار ناچیز و زنگ خطری برای افزایش آمار متوفیان و مبتلایان در روزهای آینده است. جنگ گرگ‌ها در آستانه نمایش انتخابات. آخوند روحانی: از انتخابات قبلی تا انتخابات بعدی ما انتقام را ول نمی کنیم. پولیتیکو رویترز: رژیم ایران پیشنهاد دولت آمریکا برای توقف غنی‌سازی 20% در مقابل کاهش تحریم‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها با برداشتن تمامی تحریم‌ها این کار را می‌کند. طرف آمریکایی این اقدام را یک پاسخ گستاخانه تا یک پیشنهاد متقابل جدی تلقی کرد. جو بایدن هیچ عجله‌ای برای احیای توافق اولیه ندارد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید: اعمال همه تحریم‌های آمریکا علیه رژیم تهران را در صورتی که در سند توافق با چین آمده باشد قابل اجرا می‌دانیم. اظهارات بلینکن در جلسه آنلاین شورای امنیت: قدرت‌های بزرگ باید از بی‌عملی در سوریه شرمنده باشند. حق حاکمیت هرگز حق گرسنگی دادن به مردم، بمباران بیمارستان‌ها و نقض حقوق بشر را به دولت‌ها نمی‌دهد. آمریکا 10 میلیون دلار جایزه برای ارائه اطلاعات درباره جمیل عیاش، سرکرده تروریست حزب شیطان لبنان تعیین کرد. عیاش تحت امر مستقیم حسن نصرالله کار می‌کند و در پرونده رفیق حریری به حبس ابد محکوم شده است. رویترز: تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گوید حمله به فرودگاه عدن در دسامبر گذشته با 22 کشته و ده‌ها مجروح توسط حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران صورت گرفته است. دادگستری آلمان: یک قاچاقچی به جرم انتقال بزرگترین محموله قاچاق هروئین که منشأ آن ایران بود به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. فاجعه کرونا در ایران: آمار جانگداز قربانیان در 526 شهر از 240,200 نفر بیشتر است. وزارت بهداشت رژیم: شمار مبتلایان در 24 ساعت از 10,000 گذشت. شهرهای قرمز و نارنجی به 81 و شهرهای زرد به 277 رسید. مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی: تنها حدود 161,000 نفر مورد واکسیناسیون قرار گرفتند که کمتر از 0.5% از جمعیت 83 میلیون نفری کشور است. زالی: 1/3 بیماران کرونایی در پایتخت نیازمند ICU هستند. تبرسی: وضعیت بیمارستان‌های پایتخت نگران کننده است. تخت‌های بیمارستانی کاملاً اشغال شده است. دانشگاه پزشکی اصفهان: بیماران شناسایی شده نسبت به اوایل اسفند 99 سه برابر و تعداد بستری ها دو برابر شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سه شنبه 10 فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 526 شهر از 240,200 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 9518 نفر، در آذربایجان غربی به 9028 نفر
در اردبیل به 2982 نفر، در اصفهان به 15625 نفر، در تهران به 55601 نفر، در خراسان جنوبی به 2336 نفر، در خراسان شمالی به 3633 نفر، در خوزستان به 14029 نفر، در زنجان به 2600 نفر، در سمنان به 4140 نفر، در فارس به 7057 نفر، در کرمان به 5309 نفر، در گیلان به 8411 نفر، در لرستان به 10148 نفر و در مرکزی به 4978 نفر رسیده است. در آمار مهندسی شده سخنگوی وزارت بهداشت رژیم، شمار بیماران جدید در 24 ساعت گذشته از مرز 10,000 گذشت و بیماران در آی سی یو به 3953 نفر رسید که در دو ماه گذشته بالاترین آمار است. وی گفت همکنون 25 شهرستان قرمز و 56 شهرستان نارنجی و 277 شهرستان زرد و تنها 90 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. کرمانپور مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی گفت پس از بیش از یک ماه از ورود واکسن روسی تنها حدود 161 هزار نفر مورد تزریق قرار گرفتند که کمتر از 0.5% از جمعیت 83 میلیون نفری کشور است. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت یک سوم بیماران کرونایی در پایتخت نیازمند آی سی یو هستند. تبرسی عضو کمیته علمی ستاد کرونا وضعیت بیمارستان‌های پایتخت را نگران کننده دانست و از اشغال کامل تخت‌ها خبر داد. در خوزستان رئیس دانشگاه پزشکی اهواز گفت 63% بیماران شناسایی شده مبتلایان به ویروس کرونای انگلیسی هستند. در اصفهان سخنگوی دانشگاه پزشکی گفت اوایل فروردین ما با افزایش بسیار شدید ابتلا روبرو شدیم. تعداد بیماران شناسایی شده نسبت به اوایل اسفند 99 سه برابر و بستری ها دو برابر شده است. احتمال می رود تا آخر فروردین با بیش از 1000 بستری مواجه شویم. وی افزود طی 24 ساعت اخیر 3366 بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه مراجعه کرده که 1385 نفر مبتلای قطعی بودند. در هرمزگان سخنگوی دانشگاه پزشکی هرمزگان گفت تعداد مبتلایان کرونا انگلیسی به 500 نفر رسید. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه پزشکی گفت در شبانه روز گذشته 734 مبتلای جدید شناسایی شد که رکورد جدیدی از آذر ماه سال گذشته است. از 512 بیمار کرونای بستری 136 نفر در آی سی یو بستری هستند و کل فوتی ها به 3757 نفر رسید. جان بابایی معاون وزیر بهداشت گفت در استان آذربایجان غربی جامعه در معرض خطر بالایی در زمینه کرونا قرار دارد. این استان مستعد آلودگی است و بیشترین آمار مبتلایان را دارد. در کوکیلویه و بویراحمد معاون دانشگاه پزشکی گفت امروز 360 تست کرونا مثبت شد. تا سه هفته آینده تمام مناطق استان قرمز خواهد شد. در قزوین جانشین ستاد حکومتی کرونا گفت از دو روز گذشته بستری ها حدود 30% افزایش داشته است. در مرکزی رئیس دانشگاه پزشکی عراق از تغییر وضعیت عراق و ساوه از وضعیت زرد و به نارنجی خبر داد و گفت در استان قطعا وارد فاز چهارم شده ایم. روند بستری صعودی شده و آمار مراجعین سرپایی به شدت در حال افزایش است. در کرمانشاه رئیس مرکز بهداشت با اشاره به شناسایی بیش از 50 مورد ابتلای کرونای انگلیسی گفت تمام افرادی که علائم مشابه کرونا دارند باید فرض را بر این بگیرند که به کرونای انگلیسی مبتلا شده و نکات مربوط به قرنطینه را با جدیت بیشتری رعایت کنند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
دهم فروردین 1400. روزنامه حکومتی آرمان: موج چهارم کرونا با واکسیناسیون 1% جمعیت. روزنامه حکومتی آرمان 10 فروردین 1400. در شرایطی که افزایش آمار کرونا و بستری‌ها نشان از موج چهارم کرونا در کشور می‌دهد و بسیاری از کارشناسان باور دارند به دلیل پخش شدن ویروس کرونا جهش یافته، شهرهای کشور از زرد و آبی به قرمز و نارنجی تغییر رنگ می‌دهند، سازمان نظام پزشکی رژیم واکسیناسیون صورت گرفته را بسیار ناچیز دانست و این را زنگ خطری برای افزایش آمار متوفیان و مبتلایان در روزهای آینده توصیف کرد. طبق اعلام سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، وقوع خیز قطعی کرونا در شهرهای متعددی در نوار غربی و مرکزی کشور جدی است. پیام تبرسی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، به برنا گفت: در تهران پیک چهارم شیوع بیماری آغاز شده است. پیشتر هم در استانهای دیگر از جمله کوکیلویه و بویراحمد مسئولان هشدار مشابهی داده بودند. تبرسی همچنین اشاره کرده است که میزان ورودی و بستری بیماران به مراکز درمانی افزایش یافته و تخت‌های بیمارستان‌ها پر شده است. به گفته او، بیماران از تمامی رده‌های سنی به این ویروس مبتلا شده‌اند. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز اعلام کرد که کرونا جهش یافته به صورت گسترده در سطح کشور پخش شده است. در این بین، سازمان نظام پزشکی هشدار داده بود که تاکنون واکسیناسیون میزانی بسیار کمتر از 1% جمعیت را پوشش داده است. حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی، به ایرنا گفت: نقدی که به روند واکسیناسیون در کشور هست این است که کند است. این تعداد چند صد هزار واکسن وارد شده در مقابل جمعیت میلیونی ایران میزان قابل توجهی نیست. شهروندان بیش از گذشته حواسشان هست و پس از یک سال تحمل محدودیت خسته شدند و میخواهند کنار هم باشند. خبرگزاری رویترز: سه دیپلمات اروپایی گفتند اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شماری از مقام‌های رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اتحادیه اروپا خبر داد برای اولین بار از سال 2013 اتحادیه اروپا قرار است روز چهارشنبه این هفته با تحریم شماری از مقام‌های رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر موافقت کند. به گفته این دیپلمات‌ها، اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر و انسداد سرمایه‌ها علیه این افراد را اعمال کرده و اسامی آنها را هفته آینده، زمانی که تحریم‌ها به اجرا گذاشته شود، منتشر می‌کند. این سه دیپلمات گفتند اتحادیه اروپا تحریم 80 مقام رژیم ایران را که از سال 2011 در نقض حقوق بشر دخالت داشتند تمدید می‌کند. خبرگزاری رویترز با اشاره به پرونده‌های تروریستی رژیم آخوندی در اروپا، از جمله طرح تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس که منجر به حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم شد، خاطر نشان کرد. اتحادیه اروپا در سال 2019 تحریم‌هایی را علیه یک واحد اطلاعاتی رژیم ایران و دو نفر از عوامل آن اعمال کرد و رژیم تهران را متهم به توطئه برای انجام حملاتی در فرانسه، دانمارک و هلند کرد. همیهنان گرامی، خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می‌دهیم. نشریه پولیتیکو ضمن اشاره به موعد نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم نوشت: مقام‌های دولت بایدن که متوجه نزدیک شدن این موعد نامطلوب هستند، در نظر دارند پیشنهاد جدیدی را برای شروع هرچه سریع‌تر مذاکرات در این هفته
ارائه کنند. این نشریه که گزارش خود را به نقل از دو فرد مطلع در مورد گفتگوهای آمریکا و رژیم آخوندی نوشته، می‌افزاید یکی از این افراد تاکید داشت جزئیات پیشنهاد جدید هنوز در دست بررسی است. در این پیشنهاد از رژیم ایران خواسته می‌شود برخی از فعالیت‌های اتمی خود مانند کار روی سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم 20% را به ازای کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا متوقف کند. یکی از این دو فرد مطلع گفت رژیم ایران پیشنهاد آمریکا را مبنی بر دست کشیدن از غنی‌سازی 20% اورانیوم به ازای دریافت بخشی از میلیاردها دلار سرمایه مسدود شده خود تحت عنوان پیشنهاد نابرابر رد کرد و پیشنهاد داد که غنی‌سازی اورانیوم را برای یک ماه به ازای برداشتن تمامی تحریم‌های آمریکا متوقف کند. طرف آمریکایی این پیشنهاد رژیم ایران را بیشتر یک پاسخ گستاخانه تلقی کرد تا یک پیشنهاد متقابل و جدی که قابل اجرا باشد. پولیتیکو نوشت مطلعین میگویند به نظر میرسد بایدن هیچ عجله‌ای برای احیای توافق اولیه ندارد. این رئیس جمهور به خوبی آگاه است که افکار عمومی بیشتر نگران ویروس کرونا و اقتصاد و سایر موضوعات است. علاوه بر این، سنای شقه شده میان 50 جمهوری خواه و 50 دموکرات نیز به بایدن فضای کمتری برای مانور سیاسی می‌دهد. مقامات هر دو طرف آگاهند که اگر طی چند هفته آینده هیچ گشایشی ایجاد نشود، بعید است به این زودی تا سپتامبر اتفاقی بیفتد و این تازه در صورتی است که اصلا بتوان توافق را نجات داد. رویترز نیز در این باره نوشت رژیم ایران پیشنهاد آمریکا برای توقف غنی‌سازی 20% در مقابل کاهش تحریم‌ها را رد کرد. رژیم می‌گوید تنها با برداشته شدن تمامی تحریم‌ها این کار را می‌کند. علی ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی از مواضع دولت جدید آمریکا در رابطه با برجام ابراز سرخوردگی کرد. اصولا چگونه رفع تحریم ها بدون تماس و گفتگو و تعریف نقشه راهی چه مستقیم یا از طریق شخص ثالثی متصور هستش و اینکه انجام یک نشست با امریکایی ها چه ضرری داره؟ متاسفانه آقای بایدن مواضع پیش از انتخابات خود رو بعد از پیروزی در انتخابات نقض کرد و همچنان روش شکست خورده فشار حداکثری رو تا حالا که ادامه داده. البته ما اظهاراتی شنیدیم که بنا دارن نسبت به این امر تجدید نظر کنن تا به امروز که همون خط رو دارن ادامه میدن. باید بدانم که هر روز تعلل بیشتر در لغو تحریم علیه ایران آنها را از به دست آوردن چشمنداز بهتری از روابط با ایران هم دورتر خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید درباره قرارداد رژیم آخوندی با چین به خبرنگاران گفت ما این قرارداد را بررسی خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که هر گونه مجازاتی که لازم است و مربوط به این بسته می شود اجرا شود. رینگ وایر در این باره نوشت آمریکا پس از امضای قرارداد 400 میلیارد دلاری چین و رژیم ایران اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ارزیابی می‌کند تا ببیند آیا امضای این قرارداد ماشه تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران را بر اساس قوانین آمریکا می‌چکاند یا خیر. درباره توافق 25 ساله رژیم و چین یک دیپلمات سابق رژیم آخوندی نوشت در حالی که نظام با بخش بزرگی از قدرت‌های دنیا در حال منازعه است ممکن است به دلیل تحریم بودن امتیازاتی را به طرف مقابل بدهد. در شرایط کنونی توافق با چین بیش از آن که توافقی اجرایی باشد توافقی سیاسی است. هر دو طرف تحت فشار و تحریم آمریکا هستند. تلاش می کنند از این ابزار استفاده کرده و قدرت چانه‌زنی خود مقابل آمریکا را بالا ببرند. خرم سفیر سابق رژیم در اتحادیه اروپا با اشاره به قرارداد 25 ساله با چین اعتراف کرد که حکومت آخوندی از زمان روی کار آمدنش همواره منابع ثروت ایران را برای اهداف سیاسی و امنیتی به کار گرفته است. وی گفت همواره اقتصاد در خدمت سیاست و امنیت قرار گرفته و مردم بیگناه زیر چرخ دنده های سوء مدیریت داخلی، اختلاس های بزرگ و تحریم ها زانو زده
و عموماً از هستی ساقط شدند، به ترتیبی که طبقات بالاتر از متوسط چند سال پیش به زیر خط فقر سقوط نمودند. ادامه خبرها. آخوند روحانی درباره بحران اقتصادی رژیم و جنگ گرگ‌ها در آستانه نمایش انتخابات گفت: برخی به خاطر انتخابات یا انتقام از انتخابات قبلی مشکلات را چند برابر جلوه می‌دهند. حتی در کالاها و نیازهای اساسی مردم، مواد غذایی مردم هم آمریکایی‌ها مداخله کردند. اوفک آمده تحریم کرده در موارد متعدد که متاسفانه هنوز هم ادامه داره. در سال 99 که سال بسیار سختی بود، خب منابعی که ارز برای ما تأمین میکنه خب متفاوت شد. حالا بخش نفتش که معلوم، یک شرایط ویژه‌ای ما پیدا کردیم. اقتصاد دنیا رشد اقتصادی به طور متوسط منهای 3.4 در ایران بالای 2% مثبت هست. این نشون میده که کار دولت کار عظیم و بزرگی بوده، انجام داده شده. نباید برخی به خاطر انتخابات یا به خاطر انتقام از انتخابات قبلی، متاسفانه ما انتقام ول نمی کنیم از اون انتخابات قبلی شروع می کنیم تا انتخابات بعدی، نباید بر مبنای اون مشکلات رو چند برابر جلوه بدیم و نشون بدیم. شورای نگهبان ارتجا 14 اشکال شکلی و محتوایی از اصلاح قانون انتخابات مجلس رژیم گرفت. در همین رابطه آخوند ابتهایی، مشاور سابق آخوند روحانی، گفت سال کم نشاط، کم مشارکت و پرفشارتری نسبت به گذشته خواهیم داشت. سرشوری عضو سابق مجلس رژیم نیز گفت فاصله عجیبی بین مردم و تصمیم گیران وجود دارد. مردم چندان رغبتی به حضور در انتخابات ندارند. روزنامه حکومتی آرمان نوشت برخلاف جریانات سیاسی، فضای انتخاباتی در جامعه به واسطه نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی سرد و بیروح است و گویا در منظر مردم قرار نیست انتخاباتی برگزار شود. بدنه اجتماعی جامعه هنوز انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات پیدا نکرده و همان حالت قهر و بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی نسبت به صندوق‌های رأی که در اسفند 98 شاهد آن بودیم اکنون نیز وجود دارد و چه بسا احتمالاً بیشتر هم شده باشد. به دنبال تأکید خامنه‌ای بر سانسور اینترنت، مهرها و رسانه‌های رژیم اعمال فیلترینگ را نه تنها غیر عملی بلکه باعث روی آوردن بیشتر مردم به اینترنت دانستند. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رژیم، گفت توسعه تکنولوژی و بلاکچین و اینترنت ماهواره‌ای و سایر امکانات باعث منسوخ شدن فیلترینگ می شود. ظریفیان، معاون سابق وزارت علوم رژیم، نیز نوشت محدودیت فضای مجازی قاعده لج را تشدید می کند. وی افزود تجربه جهانی و تجربه ایران درباره ابزارهای جدید ارتباطی نشان داده است که مسیر فیلتر و محدود کردن مسیر بی‌نتیجه است. اصل انسداد یک امر ناممکن است. دامنه مسئله‌ای که تلاش کردیم آن را مسدود کنیم گسترده تر شد و سوژه محدود شده با اقبال بیشتری روبرو شد. روزنامه حکومتی آرمان 10 فروردین به گوشه ای از گرانی و فقر مردم اذعان کرد و نوشت تا مادامی که تناسبی بین قدرت خرید حقوق بگیران که عمده جامعه بزرگ جمعیتی کشور را شکل می دهند با درآمد آنها و تامین نیازهای زندگیشان ایجاد نشود، همچنان باید این نگرانی را داشته باشیم که روز به روز آمار فقرا بیشتر شود، در حالی که بیش از 10 از سال جاری گذشته شاهد افزایش قیمت کالاها به صورت خیلی جدی در فروشگاه ها هستیم. این نشان می دهد که روند افزایش قیمت ها و رشد تورم همچنان در سال 1400 ادامه خواهد داشت. ادامه
ادامه خبرها از سیمای آزادی. محققان سازمان ملل حوثی‌های وابسته به رژیم آخوندی را مسئول کشتار تروریستی در فرودگاه عدن شناختند. رویترز گزارش داد تحقیقات یک تیم کارشناسان سازمان ملل نشان داد حوثی‌های یمن مسئول حمله به فرودگاه عدن در 30 دسامبر 2020 بودند. این حمله هنگام ورود اعضای دولت شناخته شده بین‌المللی یمن صورت گرفت و حداقل 22 نفر کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. حوثی‌ها از دو مکان که در آن زمان تحت کنترل این گروه بود، یعنی فرودگاه تعز و یک ایستگاه پلیس در دامار، موشک‌هایی را به فرودگاه عدن پرتاب کردند. این موشک‌ها از نوع همان موشک‌هایی است که قبلاً توسط حوثی‌ها استفاده می‌شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به مکانیابی یا شناسایی سلیم جمیل عیاش از اعضای ارشد واحد ترور سازمان تروریستی حزب الله لبنان و جلوگیری از درگیر شدن وی در اقدام تروریستی علیه آمریکا شود، پاداشی تا 10 میلیون دلار را ارائه می‌دهد. عیاش در واحد 121 حزب الله است. این واحد تیم ترورهای این گروه است که دستورات خود را به طور مستقیم از حسن نصرالله دریافت می کند. یک دادگاه بین المللی عیاش را در رابطه با بمبگذاری فوریه 2005 در بیروت که منجر به کشته شدن رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان شد به 5 بار حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه به این نتیجه رسید که عیاش تیم تروری را هدایت می کرد که حمله به رفیق حریری را انجام داده و در روز ترور به طور فعال در آن نقش داشته است. وزارت خارجه آمریکا نوشت برای ما مشخص شده که عیاش در تلاش برای حمله به پرسنل ارتش آمریکا نیز دخیل بوده است. در جلسه آنلاین شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه آمریکا که ریاست جلسه را به عهده داشت، خواستار بازگشایی گذرگاه‌های مرزی برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه شد. بلینکن گفت قدرت‌های جهانی باید از بی‌عملی خود شرمنده باشند. ما باید راهی برای کمک به این مردم پیدا کنیم. این مسئولیت ماست. شرم بر ما اگر ما این کار را نکنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود حق حاکمیت هرگز به این معنا نیست که دولت‌ها حق گرسنگی دادن به مردم، محروم کردن آنها از داروهای حیاتی، بمباران بیمارستان‌ها یا نقض حقوق بشر علیه شهروندان را دارند. می‌رسیم به خبرهایی در رابطه با پاندمی کرونا در کشورهای مختلف جهان. شمار جانباختگان کرونا در کشورهای برزیل، آمریکا، لهستان، ایتالیا و فرانسه نسبت به روزهای قبل به طور نسبی کاهش پیدا کرده است. کاهش شمار جانباختگان و ابتلا در انگلستان به دلیل واکسیناسیون گسترده و بیشتر از سایر کشورهاست. از همین رو انگلستان فاز جدیدی را با کاهش محدودیت‌ها از جمله آغاز مسابقات ورزشی و باز شدن فروشگاه‌ها آغاز می‌کند. اما دولت همچنان در مورد موج جدید کرونا که به تدریج اروپا را در بر می‌گیرد، هشدار می‌دهد. در آلمان، آنگلا مرکل به چند ایالت این کشور که از اجرای مکانیزم‌های اورژانس دولتی برای مهار ویروس جهش‌یافته خودداری کردند، هشدار داد. در صورت کوتاهی در این مورد اجرای ضوابط را به طور متمرکز در اختیار دولت قرار خواهد داد. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در شبانه روز گذشته از تعداد 1893 آزمایش انجام شده 285 مورد معادل 15% ابتلای جدید شناسایی شده است. در همین روز طبق آمار رسمی 6 نفر دیگر به شمار جانباختگان کرونا افزوده شده است. بینندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایار و نگهدار همه شما عزیزان.